آنوینه خبرها افتضاح جدید مغز متفکر داو دسته و وحاشیه حسن عباسی و آبروریزی جهانی صدا و سیما رژیم تمامی ندارد لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم. درود و شب خیر به شما همراهان عزیز. برای شنیدن بسته خبری امشب با ما همراه باشید. اسم چهار اقتصاددان را بگو. عبارتی که از روز گذشته در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. روز گذشته ویدیویی از مراسمی که بسیج دانشجویی دانشگاه علامه تب تبا تهران به مناسبت آزادسازی خرمشهر ترتیب داده بود منتشر شد که در این ویدیو شاهد توهین و درگیری لفظی حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین با امیررضا علیپور هشتلی آمولی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی این دانشگاه هستیم توهین عباسی به این دانشجو تا جایی ادامه دارد که وی را به خاطر رنگ کراوات و پیراهنش مسخره می کند. اون چیه این چیه گره؟ درمزه آه کسی که کسی که با پیرمه با پیرمه فاکستری کرابات قرمز بیبنده و آسده گرد اون شومن خودشون شما تمرین تاعت میکنید شما تاعت تمرین میکنید گرد چهار دست بسادانه اجازه بدید یه ذره اجازه بدید یه ذره یه ذره حس حس خوبی بهش دست بده بند خدا تمرین تاعت میکرده کنوات قرمز بسته خب این تربیت خانوادگی اینه این دانشجو درباره یه جزئیات اتفاق روز گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی به سایت دیدبان ایران گفت روز گذشته حسن عباسی به دعوت بسیج دانشجویی به مناسبت آزادسازی خرمشهر به دانشگاه علامه طباطبایی آمد وی در ادامه افزود ماجرا از جایی شروع شد که این فرد شروع به اظهار نظر کردن درباره کلانترین و مهمترین مسائل اقتصادی کرد وقتی اظهارات او را در این رابطه شنیدم از ایشان فقط پرسیدم که اسم چهار اخت اقتصادان را بگو همین این دانشجوی دانشگاه علامه با اشاره به توهین و فهاشی حسن عباسی به وی اظهار کرد همین که من این سوال را پرسیدم این فرد شروع به توهین و تمسخر کرد من از او سوال پرسیدم اما او رنگ کراوات و پیراهنم را مسخره کرد علی پور ادامه داد من نه توهینی کردم نه بی احترامی فقط سوال خودم را تکرار می کردم اما این فرد که مشخص است چه کسی است به من گفت با این طرز لباس پوشیدن آمده تئاتر اجرا کنی دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره فهاشی عباسی به خانوادهش به دیدبان ایران گفت عباسی هم به من و هم به خانواده هم فهاشی کرد جالب اینجاست این فرد به من توهین کرد اما بسیج دانشگاه علامه من را به زور از سالن بیرون کردند او ضمن اشاره به دلقک خواندنش توسط عباسی اضافه کرد این فرد چندین مرتبه من را دلقک و فاقد تربیت خانوادگی خواند باز هم تاکید کنم که در این سالن که البته همه افراد در آنجا جزو دانشجویان بسیجی بودند یک نفر یک کلمه هم اعتراض یا حرفی نزد وی درباره تهدید حسن عباسی در خصوص اخراج دانشجویان خاطر نشان کرد جالب است حسن عباسی در جواب سوال من میگوید که گنده تر از تو را هم از دانشگاه بیرون انداختم علی پور ضمن اظهار تاسف برای بسیج دانشگاه علامه طباطبایی تب تهران به دیدبان ایران گفت بسیار برای کسانی که این فرد را به دانشگاه دعوت کردهاند متاسفم عباسی یکی از فحاشین به ارتش ملی ایران است این فرد چگونه می درباره درباره آزادی خرمشهر صحبت کند این ارتش ملی ما بود که خوزستان را از دست صدام نجات داد آن وقت بسیج دانشگاه علامه کسی که بارها به ارتش ملی فحش و ناسزا داده را به مناسبت آزادسازی خرمشهر به دانشگاه دعوت می کند این دانشجو درباره تعداد افراد حاضر در سالن گفت تعداد افراد حاضر در سالن کمتر از 100 نفر بود وی تاکید کرد باز هم تاکید می کنم که این فرد در حال تئوری دادن در مورد کلانترین و مهمترین موضوعات اقتصادی حال حاضر کشور بود اما اسم چهار اقتصاددان را بلد نبود دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان اظهار کرد من با یک بنر هم مقابل او ایستادم و گفتم که ما یک روزی علامه قزوینی دهخدا محمد تقی بهار غیره را در دانشگاه داشتیم اما امروز دانشگاه به محلی برای جولان دادن امثال حسن عباسی تبدیل شده است. آبروریزی جهانی صدا و سیما قوی رژیم تمامی ندارد. یک گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره نجات فردی که ادعا می شود سی ساعت زیر آوار ساختمان متروپول بوده در شبکه های اجتماعی به چالش کشیده شده است بعد از انتشار سخنان این فرد که صدا و سیما ادعا می کرد با تلاش امدادگران نجات یافته ویدیویی از وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد. او یکی از نیروهای امدادگر بوده و در حال کمک رسانی است شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نتیجه گیری کردند که وقتی گان تبلیغاتی جمهوری اسلامی یک امدادگر را به عنوان فردی نجات یافته قالب می کند ادعای مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپول نیز صحت ندارد که ما شدیم که بدون آب و فلان و اینا بعد برای آزار شدن ما دو نفر بودیم نفر دوممون خودش چون که اون از من سالمتر بود سرالتر بود تونست با قول معروف سنگ های بوتون های برداره. تا حدی که میلیگه جنومون گرفته بود وقتی که میلیگه جنومون گرفته شد دیگه ما نتونستیم کار بکنیم تا زمانی که آتششانی اومد میلیگه دو برای اون بودیم ما تونستیم در بید. یک شبکه تلگرامی نوشته صدا و سیما با این فرد به عنوان فردی که بعد از سی ساعت از زیر آوار متروپول آبادان بیرون آورده شده مصاحبه کرده این در حالی است که وی در این مدت بیرون از ساختمان و در کنار نیروهای امدادی حضور داشته و از طرفی نمای چهره و حالت روحی و جسمی وی اصلا شباهتی به کسی که سی ساعت زیر آوار مانده را ندارد و حتی عینک وی نیز آسیبی ندیده و معلوم نیست توهمات وی و داستان سرایی های زیر آوار ماندن سی ساعته او بدون آب و از زیر آوار از کجا نشأت میگیرد ظاهرا بعد از ماجرای آقای جهیزیه در آبان 98 و موارد متعدد دیگر که آخرین آن نمایشی و مزحک حمید برادر حاج حسین عبدالباقی بود باید گفت صحنه سازی یا بازیگری بی تجربه به یک رویه ثابت در صدا و سیما تبدیل شده همزمان بعد از انتشار خبر بازداشت حسین عبدالباقی و یک روز بعد از کشته شدن وی در ریزش متروپول که با واکنش های در فضای مجازی مواجه شد تلویزیون ایران در گزارشی بیسابقه از تایید هویت وی از سوی برادرانش خبر داد درستی این گزارش نیز در شبکه های اجتماعی با تردید جدی مواجه شده این ابراز شک و تردید به حدی فراگیر است که بعضی کاربران هوادار نظام نیز از اینکه فاصله بین دولت و ملت در ایران به اندازه ای افزایش یافته که مردم دیگر هیچ خبر رسمی را از کانال حکومت قبول نمی کنند، ابراز تأسف کردند بعد از انتشار گزارش های مبنی بر کشته شدن حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپول در ریزش این ساختمان از سوی قوه غذایی و شک و تردید نسبت به درستی آن تلویزیون ایران در گزارشی بی سابقه ویدیویی از تایید هویت عبدالباقی به وسیله برادرانش پخش کرد در این گزارش که کاربران شبکه های مجازی آن را ساختگی و تصنع اینا میدن، برادران حسین عبدالباقی تایید می کنند که جسدی که در سردخانه دیدهاند جسد برادر آنهاست این در حالی است که یک مقام قضایی روز سهشنبه گفته بود که چهره این فرد غیر قابل تشخیص است و تنها از روی اوراق هویتی که در البسه او یافت شده دادستانی به این نتیجه رسیده که جنازه متعلق به حسین عبدالباقی است تردید در مورد مرگ حسین عبدالباقی بعد از آن رخ داد که یک روز بعد از انتشار گزارش ها از بازداشت وی قوه قضایی ایران روز سهشنبه خبر کشته شدن وی در ساختمان را در اختیار رسانه ها گذاشت در سکوت اطلاع رسانی دقیق درباره یه هلدینگ عبدالباقی برخی کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند که فرد بازداشت شده یکی دیگر از برادران عبدالباقی بوده که به عنوان پیمانکار این پروژه فعالیت داشته. پیش از این اتفاق شماری از خبرنگاران و رسانه های محلی از فساد و استفاده هوشمندانه از روابط رانتی از سوی هلدینگ عبدالباقی خبر داده بودند. نکاتی که به نظر میرسد مالک ساختمان با اتکاب آنها به ساخت این بنای ضعیف ادامه داده است. به گفته ی استاندار خوزستان این ساختمان در شش طبقه طراحی شده بود اما بعد سه طبقه و بعد از آن مجددا دو طبقه دیگر به آن اضافه شده داریوش معمار روزنامه نگار اهل آبادان هم طی پیام ویدیویی از مسئولان خواست تا قبل از اجرای دستور تخریب برج متروپول هموطنان گرفتار در زیر آوار خرابه های این ساختمان را نجات دهند آقای معمار عنوان می کند حدود 100 نفر زیر آوارهای متروپول محبوس هستند و آنان همگی هایی دارند که در انتظار نجات جان عزیزانشان هستند وی افزود مردم آبادان تحمل تکرار فاجعه سینما رکس دیگری در چنین ابعاد و با این همه کشته و قربانی را ندارد کمر مردم زیر بار این اندوه خم شده ما بقیه برج متروپول را تخریب نکنید و کسانی که زیر آوار محبوس هستند را نجات دهید سلام من داریوش معمار هستم شهروند آبادان نگار میخواستم خواهش کنم از کسانی که الان مسئولیت دارن کنار برج متروپول خواهش میکنم این برج رو تخریب نکنید صد نفر آدم در این برج مبهوس هستن کسانی که خانواده دارن کسانی که پدری دارن مادری دارن فرزندی دارن همسری دارن خواهش میکنم این کار رو نکنید برای نجات کسانی که محبوس هستن تلاش کنید خواهش میکنم این کار رو نکنید ذره انسانی از ذره وجدان داشته باشید باور کنید مدروب شر... مردم شهر مردم آبادان دیگه اصلا تحمل تکرار یک سینما دیگه در این ابعاد این همه قربانی این همه کشته رو ندارن کمر این مردم زیر این اندو خم شده خواهش میکنم تخریب نکنید خواهش میکنم کسانی که الان زیر آوار محبوس شدن رو نجات بدید صادق یکی از اهالی آبادان است تمام حرفهایش را با گریه میزند میگوید ما بدبختترین مردم دنیاییم اینجا امکانات نیست تجهیزات ندارند دستگاه برش نیست وسیله برای آوار برداری ندارند به خدا دلم میخواهد بروم وسط خیابان امیری خودم را آتش بزنم ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حرفهای صادق را تایید میکند مثل ویدیویی که شهروندان و نیروهای امدادی مردمی را در حال کندن زمین با استفاده از قابلمه نشان میدهد او میگوید در این وضعیت هوا و گرد و خاکی که در خوزستان راه افتاده اوضا را بدتر کرده او با گریه میگوید خاک آمده دو متریمان را هم نمیبینیم امکانات هم نیست اما به خدا مردم در رستوران دفن هستند رستوران در زیرزمین برج است این برج ده طبقه است سه تا بلوک دیگر را میخواهند تخریب کنند اینها را تخریب کنند همه آنهایی که در رستوران زیر آوار ماندند میمیرند دیروز از رستوران تماس گرفتند گفتیم آن زیر هنوز آدم هست